برنامه امشب ما درباره آلودگی صوتیه، چیزی که اینجا نداریم. اصلا به طور کلی در کلان شهرها با آلودگی های مختلفی مواجهیم. یه نوع آلودگی داریم که هم دیده میشه هم استنشاق میشه، بهش میگن آلودگی هوا. یه نوع آلودگی داریم که دیده میشه ولی محل گذاشته نمیشه، بهش میگن آلودگی خاک. یه نوع آلودگی داریم که اول تهنشین میشه بعد دیده میشه، بهش میگن آلودگی آب. یه جور دیگه آلودگی داریم که دیده نمیشه ولی شنیده میشه، آلودگی صوتی. بشر غارنشین وقتی که میخواست بخوابه فقط کافی بود چشماشو ببنده، اما بشر شهرنشین علاوه بر چشم باید خیلی از جاهای دیگرش هم ببنده. خنده ازتون نمیاد. خب طرف میخواد بخوابه، یه چشم بند میزنه که نور چراغ خیابون اذیتش نکنه، دماغ گیر میزنه، بوی سبزی سرخ کرده یه همسایه بغلی خوابشو نپرونه، سلا پتو هم میپیچه دور کلش که صدا اذیتش نکنه. یعنی اگه شب یه دستشویی بخواد بره، اول بعد یه ساعت سوراخ‌های سر و کله رو باز کنه که حواس چارگانش فعال بشه تا بتونه بره دستشویی. با این حال یه دم هستن که عاشق صوتن، یعنی هر جا جمعیت و همهمه زیاد باشه اینا هم هستن. طرف یه جوری وسط همهمه جمعیت رگ گردنش زده بیرون، عربده میکشه که هر لحظه ممکنه سکته کنه. گزارشگر میره سمتش، همه رو ساکت میکنه، میگه آقا چته شما؟ یکم منومن میکنه، میگه خب نباید اینجوری باشه دیگه. میگن چی نباید اینجوری باشه؟ میگه هر چی. آلودگی صوتی بعد از آلودگی هوا دومین آلودگی تهدید کننده سلامتی انسان محسوب میشه، به طوری که اگر کسی روزانه 8 ساعت در معرض صدای بالای 70 دسیبل باشه، فشار خونش بین 5 تا 10 میلیمتر جیوه افزایش پیدا میکنه. برای همینه که توصیه میکنن اطراف فرودگاه ها واحد مسکونی ساخته نشه. در تهران بعضی از خونه ها به قدری به فرودگاه نزدیکن که وقتی هواپیما بلند میشه خلبان یه تک بوق بر اون همسایه‌ای که تو بالکن نشسته میزنه، میشناسن همو. اون ور خونه فرودگاهه، این ور راهنه. یعنی وقتی صدای بوق قطار با تیکاف هواپیما با هم میآمیزه چنان فضا رویایی میشه که از محل اتصال لوستر به سقف سنگ و خاک میریزه رو سر اهل خانواده. بعد طرف با افتخار میگه خونه ما ولی سوسک نداره. خب طبیعتاً سوسک به عنوان یک حشره به یک سری شرایط برای ادامه حیات نیاز داره. سر کوچه مدرسه است، ناظم ساعت 7 صبح پشت میکروفون میگه اونی که داره صدای اسب در میاره خودش بیاد دفتر، خودش بیاد تا نیومدم، شما هم خوابین. سمت راست خونه تعمیرات و صافکاری ماشینه. همسایه ساعت 2 بعد از ظهر میگه آقا میشه یه لحظه نزنیم ما یه چرت بزنیم؟ صافکار میگه آخه اینجاش
دوبل محکم نزنم در نمیام. سمت چپ خونه اتوبانه، دور برگردون غیر اصولی هم زدن. هر شب رأس ساعت 2:30 یه خاور با یه 18 چرخ تصادف میکنه. بعد همین خونه رو بخوای بخری، املاکیه میگه آ سکوت محض اینجا. یه مقدار وقتی باد میاد برگا خشخش میکنن که بابت اون من معذرت میخوام. یکی از عصبی کننده ترین آلودگی های صوتی، آلودگی صوتی ناشی از ساختمون سازیه. واقعا هیچ کس از کسی که لب پنجره وایساده یهو میبینه یه وانت داربست آوردن خالی کردن کنار خونه بغلیش، دل شکسته تر پیدا نمیکنه. یعنی تو اون لحظه با اون دل شکسته هر چی از خدا بخواین بهتون میده. چهار زانو نشستی سر سفره داری ناهار میخوری، هر سه تا پتکی که به دیوار خونه بغلی میزنن بشقابت نیم متر ازت دور میشه. ساعت 8 صبح دستگاه فرز رو روشن میکنه، 6 بعد از ظهر خاموش میکنه. به کارگره میگی چی میبری این همه وقت؟ میگه برشکاری. میگه خب چی برش میزنی؟ میگه برشکاری. از این دستگاه های هیلتی هست که باش زمین رو سوراخ میکنن، تقریبا همه نفری یه دونه تو خونهشون دیگه دارن. بعد از اورا تفریحی هم شده، میان جلو در خونه رو سوراخ میکنن ببینن چی تو سوراخ هست. بعد فقط صدای ساخت و ساز خالی هم که نیست، کارگرا دیدین با چه لولی با هم حرف میزنن؟ خودشونو موظف میدونن در حین کار با فریاد با هم حرف بزنن. رفته نوک دار بست، نعره میزنه، ماجرای اون استانبولی که سوراخ بود و واسه پایینی میگه. بعد قشقش میخنده، استانبولی سوراخ اصلا چیه؟ خب یه نکته ای براتون بگم. یه مینیبوس هایی داریم متعلق به دورانی است که هیتلر هنوز سرباز بوده. بعد مسافرها فرار میکنن، مینیبوسه میذاره دنبالشون، میگه بی خود کردی با سوار شی. خنک کننده موتورش که روشن میشه دیگه در کل پایتخت صدا به صدا نمیرسه. اینا فرق زیادی با جت های که گاهی تو آسمون میبینیم ندارن. اونا دیوار صوتی میشکنن، یه رد دود سفید به جا میذارن. اینا دیوار صوتی له میکنن، یه خروار رد سرطان مشکی دنبال خودشون میذارن. یه سیستم عریض و طویلی بسته رو ماشین که خودش دیگه اصلا تو ماشین جا نمیشه. وقتی میشینه پشت فرمون یه ورش رو بانده. بهش میگن چرا یه ورت داره میلرزه؟ میگه بندری گذاشتم. اینا عادت به تک خوری هم ندارن، یعنی دوست دارن هر چی خودشون گوش میدن هم بقیه هم گوش کنن. اتفاق افتاده که خود خواننده پشت چراغ قرمز اومده زده به شیشه، گفته خفه کن اونو. بعضی از خواننده نماها، یکی از مؤثرترین انسان ها در ایجاد آلودگی صوتی، اینا وقتی میخونن قشنگ از چهره شون معلومه که شرمندن. یعنی انگار دارن با زبون بی زبونی به مخاطب میگن بالاخره زندگی خرج داره چیکار کنم، ببخشین. اتفاقا کنسرت این خواننده ها معمولا خیلی داغ میشه، همه مشارکت میکنن، بالا پایین میپرن، با صدای بلند میخونن که این نخونه. یعنی شما بشین
یعنی شما بشین آلودگی ایجاد نکن، ما خودمون میخونیم. چه کسانی اینجا از آلودگی صوتی خیلی لطمه دیدن؟ چه اتفاقی افتاده؟ یه مدرسه کنار خونه تونه. هفت تا نه بلنگوش روشنه. شما چی؟ همسایه بد دارین. واو. چی کار میکنه؟ موزیک؟ درو میکوبه. مهمانی فلان. شما چی؟ بمیرم. یه شب ساعت 3 نصف شب بوق زدن، از خواب پریده. خب من از طرف اون همسایه از شما عذرخواهی. کلام آخر. با نیسان وایساده زیر بیمارستان پشت بلنگو، میگه عسل و نبات خربزه. بهش میگن اینجا بیمارستانه، تابلو بوق زدن ممنوع نمیبینی؟ میگه اون بوق زدن ممنوعه، برای من نگفتن، من بوق نمیزنم. خوشبختانه یه سری از بیمارستان‌های مرکز شهر بعد از این که دیدن سر و صدا خیلی بیمارها رو اذیت میکنه، اقدام به مقاومسازی بیمارستان در برابر صدا کردن. یعنی همزمان با اینکه 50 نفر تو سی سی یو و آی سی یو بستری بودن، کارگرای مقاومساز هم با کلنگ مقاومسازی میکردن بیمارستان رو. همه تون دیدین سر مریض رو میگرفتن میذاشتن اینور، زیرش رو سیمان میکردن، به مریض میگفتن فوت کن، هر وقت خوش شد میذاریم سر جاش. خوبیش این بود که اگر تو اتاق عمل مثلا لوازم ضد عفونی هم کم میومد، بچه های مقاومساز آهک داشتن، میریختن رو مریض، میگفتن اصلا ناراحت نباش، ما تو اون سینک آشپزخونه هم از همین میریزیم، همه رو ضد عفونی میکنه. شاید اگه یکم بیشتر به حقوق شهروندیمون آشنا باشیم، بدونیم که تولید هر دامنه ای از صدا به بهانه کار ساختمانی و عمرانی در نزدیکی محل سکونت مردم مجاز نیست. بدونیم که مجری پروژه موظفه از وسایل به روزی که صدای کمتری تولید میکنه استفاده کنه. برخورد با خودروهایی که صدای موزیکشون دیگران رو دیوانه میکنه هم کار خوبیه، اما برخورد با کسانی که حقوق شهروندان رو رعایت نمیکنن وظیفه کدوم ارگان هستن؟ البته همیشه همینجوری نیست که کلن هوای شهروندان رو نداشته باشن، پارچه میزنن روش مینویسن از این که کوچه به دلیل عملیات عمرانی مسدود گشته عذرخواهی مینماییم. از همکاری شما بابت تردد نکردن از این مکان ممنونیم. پیشاپیش بابت ویرانی و نشست احتمالی منزل شما شرمساریم. میگن اینا رو عذرخواهی میکنن، نه اینکه کسی هم به فکر نباشه. یک نکته ای هم بگم، یکی از آلودگی های بزرگ صوتی حرف سمینار میذارم جا حرف میزن، همایش میذارم جا حرف میزن، میزه گرد میذارم جا حرف میزن، هیچ اتفاقی هم نمیفته. 5 نفر نشستن همجور حرف میزن، بعد اونجا حرف میزنن راجع به این استان، حرف میزنن راجع به این، حرف میزنن. وای، یکی از بزرگترین آلودگی های صوتی در جهان اینه که حرف میزنن. چقدر حرف میزنن. خیلی ممنون که تا این لحظه کنار ما بودین.